این هفته جریان اخبار دروغین به کجا کشید؟ اینجا رو کلیک کنید. اون آقای مجری چی شد؟ اینجا رو کلیک کنید. و یادی هم بکنیم از جنگ جهانی اول که درست 100 سال پیش تمام شد. اخبار یه موقعی برامون حجت بود. اگه خبری در تلویزیون یا رادیو می‌دیدیم و می‌شنیدیم باورش می‌کردیم. اما از چند سال پیش دروغ‌هایی روی اینترنت منتشر می‌شد که از واقعیت قابل تشخیص نبودند. وبسایت‌های جعلی گزارش‌های دروغ منتشر می‌کردند که به نظر واقعی می‌آمد و کاربرها روی شبکه‌های اجتماعی پخششون می‌کردند. عصر اخبار دروغین آغاز شده بود. به فاصله کوتاهی هممون اسم اخبار جعلی رو شنیدیم، اما نمی‌دونستیم که معنیش دقیقاً چیه. خیلی از بازیگران سیاسی از اصطلاح اخبار جعلی مثل سلاح استفاده می کنند و در مورد رسانه‌ای که از محتوای خبریش خوششون نیاد به کارش می برند. رسانه‌های اجتماعی مختلف سعی می کنند وبسایت‌های منتشر کننده اخبار جعلی رو شناسایی کنند و ببندند، ولی مشکل اینجاست که خیلی وقتا دروغ با حقیقت و نظر شخصی افراد مخلوطه و به این راحتی نمیشه از هم جداشون کرد. بعضی وقتا تیتر خبر درسته، ولی محتوای گزارش با اون تیتر همخونی نداره. بنابراین با لایه‌های مختلف دروغ مواجهیم. بنابراین اطلاع رسانی غلط فقط اینطور نیست که یک دروغ بزرگ با یک تیتر بزرگ پخش بشه. اخبار جعلی به علل مختلفی ساخته میشن. مثلا برای ایجاد شک و شبهه یا خالی کردن زیر پای رسانه‌های بزرگ. اما در اروپای شرقی مسئله کلن پول درآوردنه. یک سال و نیم پیش کارل میلر رفت کوزوو که در مورد صنعت اخبار جعلی تحقیق کنه. این ماه که بی بی سی پوشش ویژه اخبار جعلی داره، دوباره فرستادیمش که ببینه جنگ فیسبوک با اخبار جعلی چقدر مؤثر بوده. جالب‌ترین نکته در مورد کوزوو اینه که جوان‌ترین کشور اروپاست و اینترنتش از بهترین‌های قاره است. باور تصمیم‌گیرنده‌های این کشور این بوده که اینترنت مهم‌ترین عامل دسترسی به کار و بازار جهانیه. 18 ماه پیش که اینجا بودم، به همین دلایل که گفتم کسب و کار اخبار جعلی پر رونق بود. ولی بعد از سختگیری‌های رسانه‌های اجتماعی چی؟ می‌خوام ببینم چیزی تغییر کرده یا نه. این روزها قوغاست. کلی آدم همچنان کلی پول در میارن. گزارشم رو با گز شروع میکنم. آدم هایی که تو کار اخبار جعلیان معمولا نمیان جلوی دوربین. ولی گز میگه بعد از چند سال اخبار جعلی رو کنار گذاشته. البته به نظر میرسه همچنان کاملا در جریان اموره. اینجا یه گروه بسته فیسبوکی نشونم داد که اونایی که تو کسب و کار اخبار جعلیان راه و چاه و رموز کارشون رو با هم در میون میذارن. این مثل خودآموز اخبار جعلیه، نه؟ 100%. بعضیا میگن حدود 40% جوانهای کوزوو در کار تولید اخبار جعلیان. کی میتونه وارد کار اخبار جعلی بشه؟ هر کی که کامپیوتر داشته باشه و بلد باشه باهاش کار کنه. باید خیلی وارد باشی؟ برنامه نویسی لازم داره؟ نه، واقعا نه. حتی با وجود همه ابزارهایی که فیسبوک برای تشخیص اخبار جعلی درست کرده، بیشتر آدمایی که تو کار اخبار جعلیان صرفاً کپی پیست میکنن. گز میگه کسب و کار همچنان پر رونقه، ولی به خاطر سختگیری های فیسبوک کسایی که اهل اخبار جعلیان حوزه کاریشون رو تغییر دادن. راه پول در آوردن آنلاین اینه که باید کاری کنی که مردم روی محتوایی که تولید کردی کلیک کنن. هرچی بیشتر کلیک کنن بیشتر پول در میاری. پلتفرم هایی مثل فیسبوک برای کلیک هایی که توی خود پلتفرم میشه پول میدن، ولی شما میتونی محتوایی بذاری که کاربر رو ببره به وبسایتی بیرون فیسبوک.
اینجا هم درآمدت از تبلیغ بستگی داره به تعداد مخاطبات. پیش از سختگیری های فیسبوک بهترین راه کلیک گرفتن خبر جعلی بود. ولی بعد از برخورد فیسبوک خیلی از کسایی که در کار اخبار جعلی بودن روش کارشون رو عوض کردن. در واقع تاجران اخبار جعلی بدل شدن به صیادان کلیک. صید کلیک یعنی چی؟ یعنی گزارش های الکی یا گمراه کننده چاپ کنی، به خصوص با عکس زنان برهنه و ماشین های لوکس و شایعه در مورد آدم های معروف. در واقع هر چیزی که توجه مخاطب رو جلب کنه، حتی اگه معلوم باشه که راست نیست. من شنیدم هزاران نفر در گوشه و کنار کوسوفو از این راه پول در میارن. البته کارشون کلن مخفیه، ولی در نهایت یه صیاد کلیک پیدا کردم که حاضر شد با هم حرف بزنه. قرار شد بعد از تاریکی برم پریستینا ببینمش. آسون ترین راه اینه که صفحه‌ای داشته باشی که پر مخاطب باشه، یعنی کلیک خورش زیاد باشه، ولی اصلا ندونی چی توش میذارن و چی پخش میکنن. مثلا توی این گروه من یه صفحه دارم که 300 هزار تا لایک داره. قیمت میذارم 1300 یا 1400 یورو. بستگی داره مخاطبش کی باشه. اگه از آمریکا باشه، آمریکایی‌های پولدار باشه، قیمت دو برابر میشه. چون برای اون مخاطب پولی که بابت هر کلیک میگیری بیشتره. قدم اول اینه که چند تا حساب الکی فیسبوک با آدرس‌های IP الکی باز میکنه. همین امشب میتونم 10 تا حساب با 10 تا IP مختلف باز کنم. بعضیا رو میبندن، بعضیا رو نه. بسته به اینه که چقدر بتونی فیسبوک رو گول بزنی. یعنی IP ها رو عوض میکنی؟ IP رو عوض میکنیم که همه حساب از یه آدرس باز نشده باشه، وگرنه فیسبوک میفهمه و همه رو میبنده. بعد شروع میکنه محتوای جذاب گذاشتن که مردم روش کلیک کنن. راه‌های مختلف داره. هم تبلیغ میگیریم، هم حساب الکی باز میکنیم. بیشتر با کاربر دختر. بعد با این دخترهای جعلی صفحه ها رو لایک میکنیم. بعد هم صفحه های جدید رو توی صفحه هایی که از قبل داریم به اشتراک میذاریم. در واقع صفحه جدیدت رو به کمک صفحه های جا افتاده و پر مخاطبت پر میکنی، بعد که خودش به اندازه کافی بزرگ شد میفروشیش؟ بله، مثلا شما فرض کن یه صفحه در مورد ماشین دارم که 2300 هزار تا لایک داره. وقتی صفحه جدید رو بذارم روی این صفحه، راحت چند هزار تا لایک میگیره. یعنی یکی دو ساعته 2-3 هزار تا لایک با همون یه پست که گذاشتم جمع میکنم. از این راه پول زیادی میشه در آورد. یه صفحه ماشین دارم که 100 تا 120 هزار تا لایک داره. اون صفحه رو میارم روی صفحه فیسبوک خودم. با اونقدر مخاطب روزی 50-60 دلار در میارم. اگر چند تا از این صفحه ها داشته باشی، روزی چند صد دلار در میاری. در نظر بگیرین که میانگین درآمد ماهانه اینجا 300 دلاره. بی خود نیست که این کسب و کار در ابعاد صنعتی و همه جای کوسوفو در جریانه. به بقیه جوان‌ها هم توصیه می‌کنی این کارو بکنن؟ معلومه. هر کس که بتونه از این دنیا سر در بیاره باید همین کارو بکنه. هیچ وقت بی پول نمیمونی. اومدم پریستینا که ببینم پشت پرده صنعت اخبار جعلی چی می‌گذره. اون گروه بسته فیسبوکی که گزنشون هم داد، جایی بود که خرید و فروش صفحات اینترنتی و مخاطب توش اتفاق می‌افته. هر کدوم صفحه‌ای که می‌فروشن چندین هزار فالوور داره. مثلا این صفحه فیسبوکی که برای فروش گذاشتن 189 هزار لایک داره. خریدارم اگه بخواد میتونه سفارش بده. مثلا اینجا یکی گفته سایتی میخواد که روزی 10,000 بازدید کننده داشته باشه. موضوع اینه که کل این خرید و فروش صفحات پر مخاطب یا حساب‌های جعلی یا لایک ها و آدرس های جعلی همه خلاف قواعد و مقررات فیسبوکه. ولی این جوون ها میدونن چجوری قانون رو دور بزنن. این ماجرا مدام تکرار میشه، درسته؟ یعنی هی اونا میبندن، شما دوباره میاین. باز میبندن، شما میاین. بله، به خاطر اینکه این بچه‌ها همدیگر رو میشناسن. باز با هم کار میکنن. آدم‌ها رو دوباره به گروه دعوت میکنن. اونهایی که اهلش باشن همدیگر رو پیدا میکنن. و همه میدونن که نباید چیزی به بیرون درز کنه. همه کار مخفیانه انجام میشه. جالب اینجاست که اگه کسی به گروه خیانت کنه، با همون سلاح خبر جعلی میرن سراغش. اگه بخوان میتونن به فیسبوک گزارش هم بدن، میتونن صفحم رو هک کنن، اخبار دروغ روش بذارن و اگر دلیل قانع کننده بیارن فیسبوک هم باورشون میکنه. در نهایت همه داستان به خاطر پوله، پول فراوان. به نظر میرسه فیسبوک با تدابیر اخیرش موج اخبار جعلی از کوسوفو رو تا حدی مهار کرده، ولی تا وقتی مردم به خبرهای جعلی و الکی علاقه نشون بدن، تولید کننده و پخش کنندش هم پیدا میشه. هفته گذشته علیرضا واصفی یکی از آخرین گیم هایی رو که در بازار هست بهتون معرفی کرد.
حالا رفته سراغ یکی دیگه از گیم‌ها. دیابلو یکی از معروف‌ترین بازی‌های شرکت بلیزارد. از 22 سال پیش که اومده فقط 3 تا نسخه برای پلتفرم‌های مختلف بیرون دادن. توی این سال‌ها مدام اشکالاتش رو برطرف کردن و توی هر قسمت یا DLC یه سری کاراکتر و کلاس جدید اضافه کردن که جذابیت بازی رو بالا نگه داره. الان هم نوبت نینتندو سویچ رسیده. یه بازی وقتی میاد برای سویچ باید روی صفحه نمایش کوچیک توی حرکت و روی دست راحت بشه بازیش کرد. دیابلو برای نینتندو سویچ هر دوتا شرط و حسابی داره. خب یه بخش عمده‌ایش هم برمیگرده به ماهیت بازی که احتیاج به نشونه‌گیری‌های خیلی دقیق نداره، یا یه چیزای خیلی ریزی باهاش سر کار ندارید که احتیاج داشته باشه یه صفحه نمایش بزرگ داشته باشید و تمام اون ریزکاری‌ها رو بتونید ببینید. ماجرا از این قراره که سالیان ساله که روح سه تا شیطان بزرگ رو توی دیوارهای سنگی یه معبد زندانی کرده. بعد از سالها پادشاه تصمیم میگیره که معبد رو به کلیسا تبدیل کنه. دیابلو و دو برادر اهریمنش فرصت و غنیمت میشمرن و خودشون رو آزاد میکنن و دوباره وارد دنیای انسان ها میشن. بازی به بخش داستانیش خیلی گیره و همین نوع بازی رو خطی میکنه و باید یه جورایی همه مأموریت ها رو به ترتیب برید. داستانگویی بازی برعکس ویدیوهای تبلیغاتیش جذاب نیست و مقطعه. اگر پیگیر داستان نباشی میتونی بارها تمومش بکنی ولی همچنان نفهمیده باشی که داستان چیه و فقط مأموریت ها رو تموم کرده باشی. یکی از اشکالاتی که دیابلو روی نینتندو سویچ داره این هستش که وقتی داری با یه سری آدم دیگه بازی میکنی، اگر بخوای بری و یه سری تغییرات روی کاراکترت بدی، مثلا لباس عوض کنی، مثلا اسلحه‌ات عوض کنی یا یه سری تغییرات توی توانایی‌ات بدی، تمام آدما رو میبره روی پاز و بازی رو برای اونا متوقف میکنه. بلیزارد اعلام کرده بود که این بازی با 60 فریم در ثانیه خواهد بود. یکم که بازی کنید میتونید حس کنید که همه چیز خیلی نرم و روونه، حتی جاهای شلوغ پلوغ هم اصلا باعث نمیشه که کم شدن فریمی رو حس کنید. البته رزولوشن 720 یکم شفافیت تصویر رو گرفته و همش یه مهی رو روی تصویر حس میکنید. اصولا بین این همه بازی قدیمی که داره برای کنسول‌های جدید بازسازی میشه، خیلی هاشون دیگه کششی برای بازیکن‌های جدید ندارن یا انقدر سلیقه‌ها فرق کردن که مشتری‌های قدیمیشون هم رغبتی به بازی کردنشون ندارن. اما این یکی استثناست. تازه قابلیت جدید و بهتری هم بهش اضافه شده که میتونی همیشه و همه جا بازیش کنی. حواستون باشه، بازی که تونسته انقدر مخاطب و بیشتر از 20 سال با 3 تا نسخه تا الان نگه داره، یعنی اینکه جنسش خوبه و میتونه روحتون رو عین دیابلو و برادراش اسیر کنه. البته اگه به روح اعتقاد داشته باشی. این هفته اوبر بر سر سرقت اطلاعات 2,700,000 کاربر بریتانیاییش توسط هکرها در سال 2016 حدوداً 400,000 پوند جریمه شد. سپاد داگ با این بازوهای عجیب و غریب بروز شد. و مارک زوکربرگ مدیر عامل فیسبوک به خاطر عدم حضور در مقابل یک کمیته برای بررسی اطلاع رسانی غلط و اخبار جعلی نمایندگان 9 کشور رو خشمگین کرد. این هفته همینطور آودیو ایرباس نمونه مفهومی از یک تاکسی پرنده رو در نمایشگاه پهپادها در آمستردام به نمایش گذاشتن و بله، مفهوم مورد نظر یا خیلی کوچیکه یا خیلی دور. البته چیزی که کاملا دور از دسترسه این سایت ناسا که این هفته در سطح مریخ قرار گرفت.
این هم لحظه‌ای که کارکنان هیجان زده ناسا شاهد فرود موفقیت آمیز و آغاز ماموریتش برای مطالعه لایه‌های درونی سیاره سرخ بودند. سلفی هم می‌گیره ایشون. یه روبوکاپ تمام و کمال نیست، ولی توکیو همچنان میتونه ادعا کنه که در ایستگاه سیبو شینجوکو یه دروید گشت زن برای کمک به حفظ آرامش داره. پرسوسپات از هوش مصنوعی استفاده میکنه و به دوربین‌های امنیتی دسترسی داره تا فعالیت‌های مشکوک مثل کیف‌های بی صاحب رو بررسی کنه. یکی از ترسناک‌ترین نمونه‌های این که اخبار جعلی چقدر میتونه واقعی باشه اسمش هست دیپ فیکس. دیپ فیک از یک شیوه هوش مصنوعی استفاده میکنه تا چهره آدم‌ها رو توی ویدیو جاسازی کنه، یعنی در موقعیت‌هایی که هرگز نبودن و هرگز پیش نیومده اونها رو قرار بده. یک بار چند ماه پیش هم در این باره صحبت کردیم. اپلیکیشنی معرفی کردیم به نام دیپ فیکس که باهاش میشه این کار رو راحت و رایگان انجام داد. به نظر میرسه اختیار هوش مصنوعی رو از دست دادیم. هنوز پای دیپ فیک به طور جدی به اخبار باز نشده، ولی خودتون میتونید تصور کنید اگه نشه گفت چی واقعیه و چی نیست چه وضعی پیش میاد. پروژه مدیا فرنزی که دارپا مدعی ابزار جدیدی ساخته که ویدئویی رو که هوش مصنوعی جعل کرده باشه به طور خودکار تشخیص میده. یکی از نشوناش اینه که آدم‌ها به ندرت پلک میزنن. یکی دیگه از چیزایی که میتونه لو بده واقعی نیست نشونه های حیاته. تغییرات ظریف در رنگ پوست که نبض آدمو نشون میده، ولی چشم انسان نمیتونه اونها رو ببینه. در حال حاضر الگوریتم های دیپ فیک یا جعل ژرف یک سری ظرایف رو نمیتونن بدون نقص کپی کنند. اما در آینده اگه پیشرفت کنن چی؟ آیا میشه با قطعیت گفت که این فناوری مشکل آفرین نخواهد بود؟ از طرف دیگه برخی کاربردهای مثبت و مفیدی هم میشه برای اونا قائل بود. لارا لینگتون نگاه انداخته به این کاربردها. تردیدی نیست که هر نوع جعل یک وجه منفی داره، ولی جنبه‌های مثبت هم داره. یکی از الگوریتم‌های جدید رو با ماتیو امرولی‌والا آزمایش کردیم. قرار امروز به جای اخبار از خودش بگه، اونم به زبانهایی که بلد نیست. من یه بریتانیایی نسل دومی هستم. خانواده‌ام سال 1959 به بریتانیا مهاجرت کردن. Soy británico de segunda generación. Hoy en día va shama do bohesho. بتابی سے دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ کیسے کام کرے گا. نشستیم با هم معجزه ماتیو رو تماشا کردیم. به نظرت چطوره؟ حیرت انگیزه و یکم نگران کننده، به خاطر اینکه من میدونم این زبون رو بلد نیستم، ولی جوری جعل شده انگار بلدم. برای اینکه درست کار کنه باید زاویه دوربین و نور دقیق تنظیم شده باشه. این کار هیچ ربطی به تدوین تصویر نداره، در واقع تبدیل تصویر به داده. یه شبکه عصبی حرکات لب ماتیو و حرکات لب بازیگرایی رو که همین کلمه ها رو به هندی و ماندارین و اسپانیولی گفتن دنبال کرده. تیکه جالبش اینجاست. چون سیستم حرکات دهان ماتیو و بازیگرا رو کامل بررسی کرده و میشناسه، نرم افزار میتونه هر کدومو جای اون یکی بذاره. یعنی طوری لب ماتیو رو تغییر بده که انگار کلمه های ترجمه شده رو ادا میکنه. سازنده این سیستم استارتاپ سینتزی است که مقرش لندنه. شرکتی که هدف نهاییش اینه که جلوه‌های تصویری در حد هالیوود رو در دسترس همه قرار بده. با اینکه ما نرم افزار رو توی استودیوی خبر امتحان کردیم، حدوداً یه روز کامل طول کشید که مدل دیجیتال آدم ساخته بشه. البته هدف اینه که در نهایت دوبله هر فیلمی هر جور که گرفته شده باشه ممکن باشه. خود دستاندرکاران سینتزی هم متوجهن که اگر این کار ساده و همگانی بشه چه پیامدهایی میتونه داشته باشه. در مورد مسئله اعتماد به عکس و فیلم، با وجود این سیستما چیزی که میتونم بگم اینه که فتوشاپ سال 1990 عرضه شد و طی این سه دهه ادیت کردن تصویر خیلی راحت شده. میتونی اشیا یا پس‌زمینه‌ها رو ادیت کنی. خیلی کارا میشه کرد که روی بیشتر عکسایی که روی اینترنت یا مجله‌ها میبینی به نوعی انجام شده. درسته؟ همین اتفاق در مورد ویدیو هم میفته. تقریبا مطمئنم و به نظرم آدما خودشون رو با این واقعیت تطبیق میدن. مثل عکس که دیگه هر چی دیدن باور نمی‌کنن، فیلم رو هم هر چی ببینن باور نمی‌کنن.
خلاصه اینکه اتفاقای هیجان انگیزی میتونه بیفته، ولی احتمالاً یکم به چیزایی که میبینیم مشکوک‌تر میشیم. اینم از لارا و ماتیو که دیگه الان براتون اسپانیولی حرف میزنه. جدن نبوغامیزه. تنها ایرادی که داره اینه که صدایی که میشنویم صدای ماتیو نیست، صدای یکی دیگه است که اونم احتمالاً به زودی حل میشه. این فناوری رو اولین بار چند ماه پیش دیدیم. یک جور سامانه تجزیه و تحلیل کلام که لایربرد ای آی ساخته. اگه چند جمله حرف بزنید و گوش بده میتونه صداتون رو به طور دیجیتالی بازسازی کنه. اینجوری. I am Donald Trump and I think that my digital voice is quite impressive. لایربرد ای آی رو با تعداد زیادی صدا تعلیم دادن. نهایتاً خودش به خودش یاد داده که اون عاملی که باعث تفاوت صداها میشه چیه. بنابراین لازم نیست که تک تک آواهایی که از حنجرتون در میاد رو ضبط کنید. قشنگیش هم به همینه که خودش یه روشی پیدا کرده که صدای شما رو در بیاره. الگوریتمی که ما استفاده میکنیم اون چیزیه که بهش میگن یادگیری عمیق یا شبکه عصبی. ویژگی منحصر به فرد این الگوریتم ها اینه که لازم نیست یه چیز مشخص بهشون نشون بدی. در مورد صدا میدونیم که یه جور دی ان ای داره، یعنی میتونیم صداهای جدید بسازیم و همه شبیه صدای اصلی خواهند بود بدون اینکه بدونیم چه جوری درست شدن. مثل یه جعبه سیاه میمونه. شما تصور کن میتونستیم فیلم ها رو اتوماتیک دوبله کنیم. مثلا یه برنامه آموزشی آشپزی مکزیکی داری ولی به زبان انگلیسی یا ایتالیایی پخشش میکنی، یا به هر زبانی که دلت میخواد. لایربرد تا همین جا هم یک کاربرد خیلی مفید داشته. صدای مبتلایان به بیماری های عصبی که صداشون رو از دست میدن ضبط میکنه تا پس از دست رفتن صداشون هم صدا داشته باشن. میخوام تمام سعیم رو بکنم که اینو فناوری برای کلاه گذاشتن سر مردم یا سرقت هویت آدم ها یا ایجاد بی‌ثباتی سیاسی استفاده نشه. یعنی میشه از یادگیری عمیق و شبکه‌های عصبی و هوش مصنوعی استفاده کرد تا چیزهای واقعی رو از جعلی تشخیص داد. ما خودمون هم داریم در این زمینه کار میکنیم، همچنین روی قابلیت‌های پیشگیرانه این فناوری. با این حال فکر میکنم در دراز مدت نشه واقعی رو از جعلی تشخیص داد. به همین خاطره که فکر میکنم راه حل، یعنی راه حل نهایی اینجور مشکل‌ها، آموزش همگانیه. یعنی به مردم یاد بدیم که با دیده تردید به رسانه‌ها نگاه کنن. درست 100 سال از پایان جنگ جهانی اول میگذره. به همین خاطر امسال مراسم سالگرد پایان جنگ حال هوایی خاصی داشت. یکی از برنامه‌هایی که به همین مناسبت تهیه شده و در جاهای مختلف اجرا میشه یک محصول VR که به این خانه سالمندان مخصوص سربازان سابق هم آورده شده. اسمش هست چیزی برای نوشتن نیست. یک محصول واقعیت مجازیه که بر مبنای کارت پستال هایی که سربازها در دوران جنگ جهانی اول میفرستادن و دریافت میکردن ساخته شده. از یه جهاتی شبیه پیامک یا تکستی که ما امروز میفرستیم. پیغام کوتاهی که در اکثر موارد نمیشه ازش فهمید ماجرا دقیقاً چیه، ولی نوعی ارتباط رو نشون میده. یکی میخواد بگه حالم خوبه یا به فکرتم، و به همین خاطر به نظر من خیلی زیباست. هیچ تصویری از جنگ و بیرحمی جنگ اینجا نیست. به اندازه کافی از اونجور چیزها در جنگ دیدند. محشره، انگار واقعا سرده. خورشید اومده بالا. مرکز. چیزی که خیلی دوست داشتم این بود که وقتی بالا رو نگاه می‌کردم آسمون رو می‌دیدم، رنگ آسمون رو. به نظرم بی‌نظیر بود. میشه عینک رو بردارم؟ مرسی. چقدر واقعی بود. انگار واقعا توی سنگر بودیم. کاری که اون سربازا کردن، کاری که میخواستن بکنن، حفظ میهن بود. خیلی هاشون کشته شدن. امیدوارم آدم های این زمونه بفهمن که ماجرا چی بوده. خیلی تأثیر گذاره. واقعا اونجا باهاشون بودم.
یک قرن پس از پایان جنگی که قرار بود همه جنگ ها رو تموم کنه، این محصول اثرگذار کمک میکنه بفهمیم در جبهه های جنگ و در خونه ها چی میگذشته. خب به پایان برنامه هفته کلیک رسیدیم. تکرار این برنامه رو در وبسایت ما ببینید به نشونی bbcpersian.com/click یا از طریق یوتیوب BBC فارسی تماشاش کنید. با ما در تماس باشید از راه ایمیل persianclick@bbc.co.uk و از راه توییتر با شناسه @persianclick. ممنون از همراهیتون. تا برنامه بعد، بدرود و خدا نگهدار.